ما را در قفلت و در خواب نگه داشتند که ما هیچ یک از امور صنعتی را قادر بر تحققش نیستیم. ما تا بیدار نشیم از این خواب نمیریم دنبال کار. رهایی از وابستگی و رسیدن به خودکفایی یکی از مهمترین شعارهای محوری انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی است، شعاری که بارقه امید را در دلهای خسته از سلطه بیگانگان زنده کرد و قشرهای مختلف مردم را به حرکتی جهادگونه برای دستیابی کشور به پیشرفت و توسعه در زمینه‌های مختلف به ویژه صنعتی فرا خواند. در بسیاری از حوزه‌های تولیدی و صنعتی و معدنی ما به خودکفایی رسیدیم. در بسیاری از حوزه الان صادرات رو آغاز کردیم. فرض کنید الان خودرو ما تولیدات داخلمون افزون بر نیاز داخل هست. در حوزه سیمان به زودی ما به این نقطه خواهیم رسید که تولیداتمون مازاد بر نیاز داخل هست. در حوزه صنایع با فناوری‌های نوین ما پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم. ما در حوزه صنایع دارویی فرض کنید و بایوتکنولوژی ما الان تولیدات قابل توجهی رو داریم و در بعضی از حوزه‌ها در صدد دستیابی به بازارهای صادراتی هستیم. در صدد باشیم که خود را به اون حدی برسانیم که از کشور ما هم ارزاق و گندم و جو و امثال اینها صادر بشود و این کشور بسیار مستعد برای این معناست و هم کوشش کنیم که دیگران به ما محتاج باشند در امور صنعتی و می توانیم. در بخش کشاورزی نیز ایجاد امنیت غذایی و رشد بهره‌وری مد نظر قرار گرفت و با قطع واردات مواد پروتئینی، حذف ایران از صدر فهرست وارد کنندگان گندم جهان و خود اتکایی در تولید این محصول راهبردی به عنوان نقطه عطفی در جهاد خودکفایی کشور مطرح شد. ما در ارتباط با گندم در سال 1383 خودکفا شدیم. به زودی عرضم بزرگتون که در ارتباط با جو به صلاح در کشور انشاءالله خودکفا خواهیم شد و قطع واردات خواهیم داشت. همینطور در ارتباط با ذرت ترهیل و که تهیه شده برای خودکفایی ذرت در حال اجرا هست. همینطور رو سایر محصولات زراعی دیگر هم مثل به صلاح برنج، مثل علوفه و همینطور مثل دانه‌های روغنی از جمله محصولاتی هستند که برصد برنامه‌ریزی شده در ارتباط با تأمین کل نیاز را در داخل کشور. اگر ما به این معنا توجه کنیم و بیدار بشیم، دنبال بیداری اراده پیش میاد که ما بخواهیم که خودمون وسایل زندگی اجتماعی خودمون را فراهم کنیم، با پوشش خودمون باید کارهای خودمون را انجام بدیم، مدتی میگذرد و ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.